عبد صالح. السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين، اشهد انك قد اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين، رحمك الله حيا وميتا. خاطراتی از حضرت امام خمینی به روایت حضرت آیت الله خامنه ای. عصر دوم فروردین 42، به مناسبت سالگرد شهادت امام جعفر صادق علیه السلام قرار بود در فیضیه و به دعوت آیت الله العظما گلپایگانی مراسمی برگزار شود. نیروهای شهربانی در اطراف مدرسه مستقر بودند. سخنران مراسم از ضرورت حفظ ارزش‌های دینی حرف می‌زد و می گفت که حوزه علمیه دانشگاه امام صادق است و سربازخانه امام زمان. در همین لحظه بود که مزدوران رژیم شاه وارد مدرسه شدند و شروع کردند به ضرب و شتم مستمعین و طلاب. طلبه ها را از روی بام پایین انداختند، در حجره ها را شکستند و وسایل را بیرون ریختند و آتش زدند، حتی قرآن و مفاتیح را. دو ماه قبل در ششم بهمن ماه شاه با وجود مخالفت حضرت امام و مراجع تقلید رفراندوم نمایشی برای انقلاب سفید برگزار کرده بود. بعد هم که امام نوروز را عزای عمومی اعلام کردند، تصمیم به مقابله با روحانیت و حوزه گرفت و حالا کماندوهای رژیم در مدرسه فیضیه این تصمیم را اجرا می کردند. بعدها حاج آقا روح الله درباره آن روز گفتند که این حمله خاطره حمله مغول را تشدید کرد. روز دوم فروردین سال 42، من مثل همین حالا در مقابل چشمم وقتی آمدیم ما بعد از قضایای مدرسه فیضیه و اون حوادث قضایی با دوستان خودمون رو رسوندیم اینجا، چون همه نگران بودن از این خونه که چه خواهد شد. از اون در اون حیات کوچیکه وارد شدیم، من دیدم ایشون استادن اون چه حیات مشغول اقامه نماز مغرب عشا هستن اول شب و جمعی هم بودشون مشغول نماز. اونچنان تمنینه در وجود ایشون بود که هر استرابی رو تمام میکرد. اصلا ایشون من از جمله حرفای ایشون اون روز سال 42 در عین شدت اقتناع و تسلط دستگاه ستمگر این بود که گفتن اینها خواهند رفت و شما خواهید موند و از این سخت‌ترش رو هم ما دیدیم، تحمل کنید، استادگی کنید، اینها رفتنی هستن، شما موندنی هستن. این درس امیده، حقیقتاً ایشون استقامتشون در مقابل شدائد و امیدشون به نیکی این بوده و همینه که امروز هم ملت ما رو میتوانه پیش ببره، امید به آینده و استادگی در مقابل مشکلات. چون درس عملی و عینی این رو دادن و راهشون اون راه بود.